بریم ببینیم عصر اوتوپیای علی چگونه بود و داستانها به کجا رسید. خب بشاره کردیم اندیشه های نظامی او سبب میشد که مردم مناطق مختلفی برای مسائل مالیاتی یا جزیه یا خراج تو فشار باشن. پس حکومت یا میخوان خراج رو کم کن یا به نوعی اگر حکومت گوش نده قیام میکنن. امروز به یکی دو سند اشاره میکنیم، اگر فرصت بشه به بقیه موارد خواهیم پرداخت که نشان میده اتفاقا مردم آمدن و ابتدا شورش نکردن، بلکه خواستن کمی جزیه و خراج رو کم بکنن. نامه ای هست از علی به عمر ابن مسلمه ارهبی، میخونیم، نکته جالبی داره. این آقا والی علی بود. به علی خبر میرسه که این آقا نسبت به مردم حالا یه رویه داره که حالا علی داره شکایت میکنه، مشخص میشه منظور علی چیست. همانا دهقانان حوزه ماموریتت از درشت خویی تو شکایت کردن و در کار ایشان نگریستم و خیری ندیدم. یعنی مردم آمدن گفتن آقا این آقا خیلی سختگیره به ما. میگه من کار مردم رو نگاه کردم، ادعاشون رو نگاه کردم، دیدم خیلی توش نیست. یعنی توجه نکرد. مثل همین داستانی که شما میبینید دیگه. در نظام جمهوری اسلامی هست، نامه سرگشاده مینویسه به رهبر و فلان، هیچ اثری هم نداره. پس باید رفتارت میان دو رفتار باشه. جامعی از نرم‌خویی با دامنی از سخت‌گیری. یعنی هر دوتا رو داشته باشه. پس اگر آنان، یعنی مردم، سرافکنده به ما باج دادن، پس آنچه از نزد ایشان است ایشانداری بگیر و آنان سرافکنده باشند و جز خدا دوستی مگیر. یعنی به امر خدا توجه بکنید، نظر مردم مهم نیست. چه خدای عزوجل گفته است رازداران و همدستانی جز از خیشتن نگیریم که در آشفت ساختن شما کوتاهی نمی کنند. و خدای عزوجل درباره اهل کتاب گفته یهود و ترسایان را دوستان خود نگیرید. نیز گفته است و هر کس از شما آنان را دوست بدارد پس خود از آنان است. یعنی اگه یهودی رو دوست داری خودت یهودی میشی. اگه زرتشتی رو دوست داری باش مدارا میکنی، جزیهش رو کم میکنی، از اونا میشی. خلاف اوامر خدا داری کار میکنی. و خراج را بر ایشان سخت بگیر و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن و از خون ایشان بپرهیز و سلام. ببینید همین نامه نقیض اون عهدنامه مالک اشتره. این رو یعقوبی آورده در صفحه 117 و 118. اون نامه که ادعا میکنه که علی گفته آقا اینا مثلا اگر دین هم دین تو هم نیستن برادر تو هم، میبینیم علی میگه نه خیر، اینا رو نباید جز دوستان خودت بگیری. حالا برادر که جای خودش. میگه خدا تو قرآن گفته و درست هم میگه، در سوره توبه آمده که از اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و حالا و حتی زرتشتیان هم به اون اضافه کردن این دوستان، اینا باید جزیه بدن با خاری با خفت. حالا در ترتیبش اینه که وقتی آمدن مثلا بزنی تو سرشون، جلوی تو سر پا بیستن نشینن، یعنی اینا رو حقیر بکنی بعد پولم از اینا بگی. این متد قرآنه، این دستور قرآنه، این روش اوست. یعنی دوستیان مشخص میکنه، دشمنیان مشخص میکنه، حق مسامحه نداری با اون. بعد نامه مالک اشتر رو میارن که علی گفته که اگر اینام دین هم دین تو نیستن اینا رو بپذیر. خب بگو سند تاریخی عهدنامه مالک در کجاست؟ نداریم. اما یعقوبی که خودش مبرخ شیعه هست و از متقدمانه آورده در نامه علی به عمر ابن مسلمه ارهبی که خراج رو با اینا سخت بگیر، با اینا دوستی نکن. خب یک نامه دیگری هم هست که این رو علی به زیاد ابن ابی می‌نویسه. این فرصتی هم که هست بخونیم. زیاد ابن ابی والی فارس بود. آمد و به اندکی از خراجی که مردم پرداخت میکردن تخفیف داد. خب حالا مثلا اگر اینقدر میدید حالا کمترش بکن. همانا فرستادم خبری شگفت به من داد. علی داره در اون نامه به زیاد میگه، گفت که تو میان خود و او گفته ای که کردها تو را برانگیختن تا بسیاری از خراج را بر خود شکسته ای و به او گفته ای که امیر مؤمنان را بدان خبر مده. گفت بابا من به اینا تخفیف دادم، گفتن آقا مالیات زیاده، من اومدم اینا را تخفیف دادم، تو به علی نگو. ای زیاد
به خدا سوگند همانا تو دروغویی و هر آینه اگر خراجت را نفرستادی چنان بر تو فشار آورم که تو را تهیدست و سنگین بار سازد. جز آنچه از خراج نقص کرده ای عهده گیری. یعنی میگه اگه اون پولی که از مردم میگرفتیم در صفحه 120 آیه یعقوبی آورد. یعنی میگه اگه از مردم آمدن به تو گفتن که خراجمون رو کم کن کم کردی، من هر چی که از مردم نگرفتی من خودم ازت میگیرم. این هم اوتوپیایی است که آقای شریعتی و دار دسته میخواستن واسه ما بسازن. علی به حرف مردم توجه میکرد، مطابق من حرف مردم رفتار میکرد. پس اگر در ایران قیام صورت گرفت، شورش صورت گرفت، در همین فارس شما دیدید مردم آمدن به نزد زیاد گفتن تخفیف بده، هم داد. اما علی گفت نه خیر، این کار غلطه. خب این مردمی که حکومت صدای اونها رو نمیشنوه چه میکنن؟ و قیام میکنن، شورش میکنن. پس اگر دوستان شیعه ما بفرمایند که سلیمانی اینهایی که خواندی، بله خب شورش بوده، خب شورش کار بدی است، این مردم شورش کردن سرکوب شد. اما ببینیم علت شورش چه بوده. من تبیین کردم علت شورش در درون نظام های میلیتاریستی همینه که شما برای اینکه ارتش داشته باشی، مردم رو به جهاد تشویق کنی، مالیات ها رو باید اختصاص بدی به ارتش یا باید مالیات ها رو زیاد بگیری. خب این فشار بر مردم میاد، در نهایت مردم یک سال تحمل میکنن، دو سال تحمل میکنن، ولی بار دیگر دیگه تحمل نمیکنن، یا قیام میکنن یا شورش میکنن، بعد شما مجبوری سرکوبشون بکنی. پس ریشش برمیگرده به همون افکار جنگ طلبانه علی. دو، افزایش مالیات. سه، خواست مردم که آقا مالیاتو کم کن. چهار، عدم توجه علی نسبت به مطالبات مردم. پنج، قیام مردم. شش، سرکوب توسط علی. پس میبینید در دوران حکومت علی فشارهای عدیده‌ای بر مردم ایران آمد. اونا هم ابتدا خواستن راه مسالمت آمیز رو طی بکنن، اما گوش شنوایی نبود. از آن علی تا این سید علی داستان همینه، گوش شنوایی توسط حاکمان نیست، تا اینکه در نهایت فرق سر اینها شکافته بشه.